افزایش مهاجرت های غیر قانونی به آلمان از طریق پولند ادامه دارد در ایالات براندنبورگ آلمان که در مرز پولند قرار دارد موارد عبور غیر قانونی از مرز به شدت در حال افزایش است به گفته پلیس آلمان فدرال بین این وضعیت و وضعیتی که در امتداد مرز پولند با بلاروس ایجاد شده است ارتباط مستقیم وجود دارد بر اساس ارزیابی ابتدایی وزارت داخله آلمان در نیمه نخست ماه سپتامبر حدود 400 مورد ورود غیر مجاز در براندنبورگ ثبت شده است در حالی که در تمام ماه اگست این میزان مهاجر وارد بر براندنبورگ شدند بر اساس اطلاعات شبکه رادیو و تلویزیونی آلمان در آخر هفته گذشته فقط در اطراف شهر فرانکفورت آلمان 125 مورد دیگر ثبت شده است این شهر که در آشیه رود اودر قرار دارد در آل آزر کانون و اصلی مهاجرت غیر قانونی به آلمان از طریق بلاروس و پولند به شمار می آید. حدود 75 درصد از این مهاجران گفتند که از طریق بلاروس یا لیتوانیا و پولند به آلمان سفر کردند. چند روز پیش جسد سه مهاجر در مرز پولند با بلاروس پیدا شد که از شدت خستگی بسیار شدید و سرمازدگی جانهای خود را از دست داده بودند. افزون بر این گاردهای مرزی پولند در نزدیکی مرز این کشور و در خاک بلاروس جسد یک را نیز پیدا کردند. گروه از افغان های گیر مانده در اندستان در وضعیت بسیار بد به سر می برند. بیش از یک ازار شهروند افغانستان که برای تداوی به اندستان رفته بودند پس از تصرف افغانستان از سوی طالبان در آن کشور گیر ماندند. آنان در وضعیت بسیار بد به سر و شماره از این بیماران وفات کردند. شمار زیاده از شهروندان افغانستان بیمارانشان را برای درمان به اندوستان می بردند. اما این روزها روایت های از وضعیت بد شهروندان افغانستان که در اندستان گیر مانده اند دست به دست می شود این شهروندان افغانستان که با مشکلات زیاد از جمله کمبود پول مواجه می باشند و خواستار برگشت هر زودتر به افغانستان هستند یک شهروند کابل که کودک سه سالش را برای درمان به اندوستان آورده است میگوید که دو ماه می شود کودکش مادرش را ندیده است مرد دیگر میگوید امسرم را از این که سرطان داشت از دست دادم و مجبور شدم که جسدش را در اندوستان دفن کنم این شهروندان افغانستان از اندوستان و افغانستان میخواهند حتی اگر از طریق زمین هم شده است بازگشت این افراد را فراهم سازند آنان میگویند که در مدت بیش از یک ماه هیچ اقدام از سوی حکومت هندوستان حکومت طالبان و سفارت افغانستان در اندستان و نهادهای بین المللی برای حل مشکل آنان صورت نگرفته است.